با عرض احترام مجدد خواهر و برادرای عزیز، حالا ما یک چند تلفن میگیریم، بازم شو حالا ما میریم راجع به انتخابات گپ میزنیم، راجع به برنامه که در فرانکفورت توسط برادر گرامی ما کلامگل زدران صاحب تهیه و تدارک شده بود با برادر عزیز ما نثار احمد شیریندل در مورد انتخابات، در مورد انتخابات فعلی افغانستان، در مورد دکتر سیب اشرف غنی اونا صحبت ها کردن که رو به شما پیشکش میکنم. ما میخوایم که برادر ما رو دلائن بیاریم. بله سیب بفرمایید، شما دلائن هستین. بله جناب صدیق متین، سلام برسه. من نوری هستم از یک شهرک ساحلی فلوریدا. بله عمر کنید. من همچنان بدین وسیله افرامات فائقه با درودهای بسیار زیاد به تمام افغان های تاجک الاصل، ازبک الاصل، پشتون الاصل، بلوچ الاصل و تمام اقوام و عشیره های کشورم میرسانم. وعلیکم السلام سر. ما راست بگویم امروز میخوایم که ما صحبت شما را شنیدم. بله دقیقا در شمال، از شمال وزیرستان بیجار شدن پشتون های آنسوی مرد، یعنی افغان های پشتون الاصل آنسوی مرد ما و به خوست آمدن. من تلویزیون شمشاد آمدم، اما در شهر جلال آباد برش فندریزین کردن، غلا دانه پیسه که کمک کنه. بله بله، امی آجندای ما هست و میرم و میخواستم یکی از صحبتهایی بود که در بارش میکردیم که اگر شما کل افغانای ما در اروپا و امریکا یک فندریزین کنه بر از او برادرها و خوارای ما کمک برسانن. بفرمایید صاحب. بله کار خوب نیک مبارک میشم. ما زبان فارسی دری ما در افغانستان، حتی در کوز پشتونخوا از زمان احمد شاه خوشحال خان بابا بله زبان بین القومی بود. بله یعنی احمد شاه بابا ببخشید خوشحال خان خطک هم کلیات به زبان پشتو داره هم به فارسی. بله هم رحمان بابا ایره میدانست زبان فارسی، هم کاظم خان شهیدا که سبک هندی شعر میگه اینی مسائل. اما ببینید پارادوکس در کجاست؟ وقتی که امی تفاهم یا ممرندم تفاهم که در وقت امی عبدالرحمن خان امضا شد برای 100 سال، تفاهم مانای قرارداد نداره. داره ممرندم هم میگه موافقت نما داره. یعنی که میشه که ما بکنیم یا نکنیم. بله کلانترین جفاس شده از طرف استعمار هندی پروتورنوی. بله در بوز زمان ها. بله بیایم سر خود کلمه افغان و پشتونه، حتی خوشحال خان خطک گفته در دو بیتش میگه چه نشد استبداد لری پسر که ما تا یو دهی که پختون دهی که افغان. بله دیده خوشحال بابا یعنی تفکیک کرده، جدا کرده. یعنی معمول حرف اول ماست که ما پشتونان ما افغان تبارای ماست، بلوچای ما افغان تبارای ماست. و در جای دیگه میگه خوشحال خان خطک ده افغان پلنگ میوه ترون لطوره ننگاره که زمانه خوشحال خطکیم. بله نگفته که ده پشتون با نام میوه ترون لطوره. بله حتی هویت سیاسی و مناسبات اجمل خطک با هم دی هویداست، او هم به تأثیر از الهام از خوشحال بابا گفته که چه نشد استبداد لری پسر که ما تا یو دهی که مغل دهی که افغان. بله یعنی یوم همی مرد چی کردم. اما از لحاظ فرهنگی ببینیم در میخط دیورند ما بسیار زیاد قسم که در آغاز صحبت خود اشاره رساندم، از لحاظ فرهنگی که زبان فارسی دری ما زبان بین القومی بود، چی در کوزه پشتون خواه چی در درون داخل افغانستان. ما یک خاطره خود از جناب محمد آصف خرمی که از کابلی از لندن چند سال پیش برای من می صحبت کرد که اون مستشار سفارت کبرا در وقت دکتر صاحب مرحوم نجیب الله بود در اونجا، او برای من قصه کرد که من میماندار و ترجمان خان عبدالغفار خان بودم. یا کمی که کوتاه کنید سب که وقت نیست، ما بسیار آجاندا بسیار وسیع است. بسیار محصر است، بسیار محصر است. خواهش میکنم از شما. خواه خان عبدالفلاح خان در روز دوم در هتل
به ما گمان متاسفانه زبان پشتو را خوب میفهمم، اما سیره که زبان پشتو چی میگه اون من هم میفهمیدم و او گارلیک میگه فشارش بلند بود از خان عبدالغفار خان و بالاخره به یک تفاهم رسیدیم. ببین خان عبدالغفار خان هم بعد در زبانهای ما هم از فرهنگ دقیق پشتو دور شدن، هم او سینه مرزم در حالی که پیش از اون یک پا بود. خب این مسئله حل شد، خوشحال شدم که با شما مصاحب بودم. بخیر باز با شما تماس میگیرم. بله تشکر. تشکر بسیار لطف کردین. تشکر سب لطف کردین سب بسیار زیاد تشکر. با عرض احترام مجدد باز موضوعاتی که راجع به انتخابات ما جمع کردیم میخوایم راجع به او گپ بزنیم. باز ان شاء الله تلفن‌هایتون رو میگیریم. باز برنامه فرانکفورت خدمتتون تقدیم میکنم. موضوع مهم ایست که ما میتونیم که موضوعات ملی خود بالخصوص موضوعات دیرند به شکلی حل کنیم که ما یک زعیم ملی داشته باشیم، خصوصا زعیمی که بتونه که دردهای مردم افغانستان به اصطلاح مرهم بگذاره و مشکلات ملی مردم افغانستان حل شود. خصوصا در شرایط فعلی همین موضوعات انتخابات یک کشمکش ایجاد کرده و بسیاری از برادرای ما که در افغانستان هستند ما با ما تماس میشن، اونا بسیار تشویش کردن. ای که آقای امرخیل در قسمت تقلب بالایش اتهام وارد شده که تقلب کرده، ما او را درک میکنم. چرا آقای امرخیل در انتخابات اول یک شخص صادق بود و تماما کارها را بسیار به وجه حسن پیش برد و او که حال فعلا بالایش اتهام وارد شده در قسمت انتخابات کار خوبی کرد که آقای امرخیل از صحنه دور شد و این موضوع را خواست که به کمیسیون انتخابات بگذاره. معمولا در افغانستان چیزی که مدار اعتبار است و مهم است، امی محافظ خدا قانون اساسی داریم و قانون انتخابات داریم، قانون کمیسیون انتخابات داریم و اگر کدام مشکل پیدا میشه باید جانبین با نظر داشت قانون اساسی، قانون انتخابات، کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایت انتخابات، اینا باید به اینا مراجعه کنن و این مشکل خودشون حل کنن. ما پیشنهاد ما ایست که ما شرایط را خلق نکنیم که خدا نخواسته در افغانستان عرج و مرج به وجود بیاد. چرا پاکستان انتظار است و همین شرایط فعلی، همین کشمکشی که داخل خود افغانستان فعلا با وجود آمده، پاکستان این جرأت پیدا کرده که بالای افغانستان عسکرای خفی خود روان کنه و پاکستان بالای افغانستان حمله کنه که شرایط زیادتر مخشوش بسازه. ما فکر میکنم که خود افغانا مشکل خود حل و فصل کنه و ایتونشه که امی تیم اصلاحات و همگرایی خودشون بشینن با مقامات با کمیسیون انتخابات با خود مثلا لوی سارانوالی این مشکل حل کنن. ما فکر نمی کنم که رایل ای باشه که 10,000 نفر شما در سر کار وان کنین و مظاهرات را برای بیندازن و شرایط بسیار دیگرگون شوه. دیگه ما چند کلیپ ها رو ما میخواییم نشان بتوم که همین صحبت هایی که راجع به انتخابات کردن برادرها و دوستا اونا ببینن و باز امشالا ما میاییم تلفن های شما رو میگیریم. اگر شب هم کلیپ ها بانیسه علمای کرامی دین،
د پاکستان ښاغلی صدر اعظم نواز شریف صاحب ټلیفون راکړ او راته ویل چې دوی د ترورستانو په خلاف په میرانشاه او په وزیرستان کې عملیات شروع کوي او د افغانستان د دولت څخه ملاتړ غواړي. ما ورته وویل چې د دهشت افغانو په خلاف د ورانکارو په خلاف به بالکل ملاتړ درسره وکړو، خو متوجه واوسئ چې په دې معامله کې د هغوی سره د مقابلې عام ولس خوښ نه سي، عام خلک خوښ نه سي. مالتوغ زما په موقف خبرې د امریکې سره زما پر دغه شخړه ده، د دنیا سره پر دغه شخړه ده چې عام ولس خوښ نه سي او عام خلک خوښ نه سي. او که څوک د افغانستان و خواته راتلل ځان یې پناه کاوه د جنګ سه، موږ په تمام معنا دا زمینه ورته برابروو. د پاکستان خلکو موږ ته په ډېر خلاصه سینه په ډېر ورین تندي زمینه د مهاجرت برابر کړې ده. موږ هم دینی او انساني مکلفیت لرو چې د هغه زمینه سازي ورته وکړو. بیا د راته ویل زه به یو خاص هیئت در ولېږم، یو ډېر خاص معزز هیئت یې رالېږلی و، هغې راله خبرې راسره وکړې او موږ خپل پیام ورکړي. پیام مو دا ورکړي چې که دا مجادله حقیقي ده د دهشت افغانو په خلاف حقیقي ده او پر ټولو دهشت افغانو ده چې افغانستان او پاکستان او بهر هر څوک خوږوي، نو موږ درسره موافق او درسره درېږو او راځي چې دې ته یو تګلاره جوړ کړو عملي چې قدم په قدم سره پوه سو چې ته څه کوې، بیا زه څه کوم، بیا ته څه کوې، بیا زه څه کوم، تر څو منزل مقصود ته ورسېږو. نو دا پیام ولاړی او بیا به حتی د دوی وویل چې کله چې دوی ورسېدله او کله چې د پاکستان ښاغلي صدراعظم صاحب ته زموږ پیام ورسوه او هغه واورېدی، بیا به زه د ښاغلي صدراعظم صاحب د پاکستان دوباره خبرې وکړم چې دا کار هم وسو. او ایحت سهار پرون سهار دی لیدلی وو د پاکستان ایحت ویرایه ورته کړې وه او بیا پرون ماښام پر اووه نیمې بجې د پاکستان د ښاغلي صدراعظم صاحب د نواز شریف صاحب سره ډېر نیک سړی دی، ډېر نیک سړی دی، په تفصیل خبرې وکړې او موافقه مو دا وکړه چې عملي اقدامات به سره کوو پر دغو اصولو او ضوابطو باندې ولاړ چې د مخې مو تاسو ته عرض وکړي او ډېر ژر په نن سبا کې به زموږ مشاور د امنیت ملي ورسي. با عرض احترام مجدد، ما ویدیو کلیپ دیگه است راجع به انتخابات این قسمت وزیرستان بود و این موجب به اصطلاح قهر و غضب ما را ایجاد کرد، برای از اینکه نورت وزیرستان خاک ماست، مربوط افغانای ماست و این که آقای کرزای با نواز شریف موافقه کرده این قسمت که شما تنها همون کسای بچه از بین برید گاهش متوجه باشیم پالیسی ما. ما فکر میکنم که یک صحبت یک لیدر افغان به این قسم نمی بود و قطعا ما در این باره ما موافقه ندارم. بله بفرمایید سر. بله بفرمایید در لاین هستید سر. بله سر، جرمنی خبری کنم، پشتونیاری با پشتونیار سر. سلام علیکم. سلام میکنم، مایک استاپ اختیار کده سر. سلام سر. سلام سر، وقت لري صاحب، ایا څه خبرې وکم؟ او فرمایي صاحب، ما څه اختیار کړم، بیا زه بل موضوع سره خبرې کوم، ستاسو تلیفون اخلم خبرې وکم صاحب. خنه غواړم دا موضوع چې تاسو مطرح کړی ده، اول له تاسو څخه، تاسو له سټوډیو څخه، تاسو له همکارۍ څخه یو عالم تشکر کوم. دا د افغانستان د ملي وحدت لپاره ده، دا د افغانستان د لر او بر د پښتنو موضوع ده. په دغه موضوع باندې مقصد که ټینګار وکړي چې افغانان تر څو پورې چې لر او بر افغان جوړ نه شي، پنجابیان په موږ باندې مسخري کړي دي له 1940 کال څخه. پاکستان جوړ شوی دی له افغانستان سره کومه ښېګڼه کړې ده؟ بالکل. هو، او له څنګ سره پخپله د افغانستان خلک، د افغانستان خلک که تاجک دی، که ازبک دی، که هزاره دی، که پښتون دی، په دغه وحدت ملي کې باید چې دوی اوس یو اتحاد وسي. پنجابیان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. بالکل بالکل. همدغه نواز شریف و همدغه مسلم لیگ و چې دوی په هغه وخت کې د افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه ګڼلې وه. بلې، پنځمه صوبه یې ګڼلې وه. بلې، مونږ ته
ولی دا غدیمو مشران ولی دا امو سیاست مداران دا خاموش پراته دی چه اولیس فقر غربت دروله دی او بدبختی دروله دی آقا لولی چکر پاکستان تا دی او پاکستانیان خپل کچه پا دیوانی پاک کوی بیای او تربیه کوی بیا ورور پا ورور بانی وازمی گرانه ورور تاسی واولی دی کرزه سوال زه و کرزای دیر خسر پیزنو ما و کرزی پا نونس و ناوی هم کار که پا انترکانجنجال کار که پا انترکانجنجال که یاو جای کار کارای دارا نفر نه تخت واری نه بخت واری دار پا خط اخبر قدرت واری پا قرآن کشای واری ما خیر ده تو هایم صحیح دا فساد اداري چې راوي افغانستان ته ډېره بخښنه غواړم نه سيده تاسو سره زه موافقه کوم وروره دغه ملیارد ډالر چې ناتو له موږ سره کومک وکړي دغه والي انویسټ نه شو په افغانستان کې والي دغه بیچاره ولس نه بدبخت ولس ته کارونه پیدا نه شو چې د یو تعداد خلکو لاسونه په سنګوري د ایران کښې ولاړل او یو تعداد خلک له لوږې څخه ولاړل پنجابیانو ته تسلیم شول او پنجابیانو هغه تربیه کول بېرته یې افغانستان ته لېږل او افغانستان یې پرې ړنګولی بلکل صحیح اوس مونږ پوهېږو څرنګه معامله وکړو پنجابیانو سره ورو ګرانه وروره یو شی درته وایم تر هغه وخته پورې دغه دیورنزنګ کرښه چې جوړه شوې ده زموږ دپاره زهره قاتل ده دغه افغانان ما په 2009 کښې دلته د دغه کوزو پښتنو یوه اتحادیه ده هغه وخت مې په وزیرستان باندې بمبارونه وکړه ما یوه نفر ته وویل ما ته پوه شو دغه نفر ته تلیفون وکړه چې دلته خو مو څوک وا نه وازدي تاسې ولې د دغه په مقابل کښې یو عکس العمل د پېښور په نامه باندې نه جوړوئ ولې د وزیرستان په نامه باندې نه جوړوئ دروغ دي دغه کسان چې پیسې غواړي دا نه افغانستان غواړي نه د افغانستان ملي ګټې غواړي نه ملي اتحاد غواړي نه د افغانستان ملي وحدت غواړي نه ملي حاکمیت غواړي بلکل صحیح خپله افغانان اوس باید چې موږ تېر په تېر باندې هېر کړو اوس د افغانستان د ملي حاکمیت دپاره او ملي ګټو دپاره یو وحدت وکړو څنګه په کابل کښې دغه تظاهرات کېږي د ډاکتر صاحب اشرف غني په مقابل کښې ولې دا تظاهرات کېږي تو وګوره وروره وګوره زه خو ډېر عجیب کړی یم ګوره پاکستان مونږ باندې برید کوي دا وروره د پاکستان په مقابل کښې مظاهره نه کوي لسګونه زره کسان هغوی د اشرف غني په مقابل کښې مظاهره کوي دغه خو سم نه ده زه کولی شم یو شعر د حمزه بابا درته ووایم د مغولو په وخت کښې ویلی دی ووایه صاحب ګورم حمزه بابا به څه ویلي د ملي تاریخ فلسفه او افغانیت پښتونیت او افغانولي ده په خپل یو شعر کښې ویلي دي په دې دړون غوندې محول کښې کوم موږ څه مستقبل به یو انسان لټوم د زنزاني سپې مې وړي په مخ کښې له ځانه ورک یم خپل ځان لټوم نه د مذهب چېرته نشان پاتې سو نه زه هندو نه مسلمان لټوم نه اعتبار په زمانې پاتې دی نه وختونه زه د وختونو دا کاروان لټوم د مستقبل په تاریکو کښې یو موږ د مستقبل په تاریکو کښې یو موږ که لټوم فقط افغان لټوم دغه یوه فلسفه ده د افغانانو دپاره بلکل ډېره مننه ګرانه وروره ژوندی اوسې تشکر دغه یوه فلسفه ده د افغانانو د ملي وحدت دپاره د مغولو په وخت کښې دا خبرې کړي بلکل صحیح بیا هم د افغانستان دپاره خوشبختي غواړم د افغانستان د خلکو دپاره وحدت غواړم د افغانستان د ملي ګټو دپاره په افغانستان کښې که ازهره وژل کېږي په افغانستان کښې اوزبک وژل کېږي په افغانستان کښې که یو تاجک وژل کېږي دا د موږ ورونه دي که پښتون وژل کېږي د موږ ورونه دي بلکل ما په 2009 کال کښې له مارکلیټ سره چې هغه ستر جنرال د ناتو وو ما په هغه وخت یوه مرکه وکړه ما وایي تاسو خو د افغانستان د سولې دپاره راغلي یئ تاسې نه پوهېږئ چې دغه طالبان یا دغه خلک چې را ځي او زموږ ولس ورانوي دا له کومه خوا څخه را ځي
بله بله و مگر مخته یو چانس تلایی دی ناتو پداس کرا غلی و داغ چانس تلایی ورو ورو که داغ نفاق وی دا ورو ورو رکی پا افغانستان که بیا مو بدبختی تا رازو بلکل صحیح دیر منه نا اگران اورا دیر منه نا خواهش که آقا تشکر که هم دی افغانستان دی مظلوم ولس ملی وحدت وارم بلکل بلکل جوانده یوسی صاحب سلام علیکم صاحب السلام علیکم بفرمایید صاحب سلام علیکم صاحب شما خوب است خوب است این صاحب امر کنیم برادر گرامی برادر ببخشید کمی تقریبا یک 200 سال است که ما ادعا داریم که ما بسیار با غیرت هستیم و در بمبای تو داریم که مچیم در کوهای تو داریم که یکی رو بزنیم شش ملاق میخوره و دائم همی لافا رو زدیم دائما جان و ما و شما ببینیم که وقتی که در سال 48 وقتی که انگلیس ها از هندوستان برآمدن و هندوستان بسیار ضعیف بود اون وقت میتونستن که مردم ما بگن که خب ما اینمی قسمت مملکت ما رو که شما گرفتین اینمی ها در وقت چیست ما باید امیر بگیریم بیخی صحیح صحیح با اون برنامه دیگه برادر گرامی موضوع رو مصوبت کردم در برنامه اینال ببینید شما اینال وقتی که این پاکستانی آمده فرزنده او پشتونستان چقدر دیولپمنت کردن چقدر خانه جور کردن همی ریل جور کردن سرکار همیشه خیر کردن حال از نگاه منطق اگر ما بخواییم ما میگه خوب یا امی خاک خویی چیز نبوده ایجا خود تنها یک چند تا کوه بود و درخت بود بین این امی چیزهایی را که فرزن ما آباد کریم پیسی از زیده بر ما بتن برادر با سروت و مناطق هم گرفتن نه خود سروت نداشت چی سروت داره کنونجا اگر سروت هم داشتن هم مردم که همونجا زندگی میکنن اینی ها حق دارن که سرنوشت خود تعیین کنن بگن که ما که پاکستان میباشیم یا که افغانستان اگر در اما گفتن ها درست ما میریم پس که در افغانستان یک جای میشیم یک مملکت جور میکنیم ایران ما قبول داریم باید قبول هم کنیم اگر بگن که ما که پاکستان هستیم ایران باید قبول بسیار زیاد تشکر برادر نوا بگن شما بشنن گفت مرا بگن که ما پشتونستان میسازیم ایران باید قبول کنیم دیگه ما خود نمیتونیم که سرنوشت مردم ما تعیین کنیم بسیار زیاد تشکر صاحب لطف کردین صاحب بله بفرمایید مایک اختیارتون است سلام علیکم برادر محترم سلام علیکم سلام چال دارین سبا جان خوب هستین صحتتان خوب است خیریت است تشکر زنده باشین من سلام خدا برای تمام برادر و وطن دارای خود تقدیم میکنم او هم قبول خوان دورون و تقبل سلامون اولاند کنم بله خوان دورون تشکر سلام چی او مت یا قوت بله بلکل برادر محترم اگر ما همگی از این گپ هایی که نیت رمیشه و تقدر سالهای تر بوده و ایتو بوده ما ببینیم و بگویم که امو چی کار نکدیم کل ما و برادر اگر این گپ ها رو شما میگین بیاین در گپ شوین برین عملی کار کنین نه ای که یک گپ خود بزن خودت بگویی با ما چی او بگوی با ما چی و این نمیشه و نمیشه یک چیز رو که آنم نمیشه بگوی نمیشه میشه امروز آیزای پاکستان فکر کنین که دن راکت اندازی و تمام چیزا رو از موقع استفاده کرده همه مردم ما رو در خاکشون خون شانده و در کنار در تمام جایی و اونا چی میکنن و برادر محترم انتخابات از هر رئیس جمهور که مقرر شوه حق زیر نداره که فیصله مسئله دوران و ایره با رئیس چیز بکنه به نواز شریف و با پاکستان فیصله کنه این مسئله ملی ماست بله برادر محترم این مسئله ملی ماست این اناره ایره براتان بگویم که امروز ما آرام نیستیم کل شد بستین می آیزای پاکستان بله بله باور میکنیم بله هر کدامی می گپ خودم میزنن که چرا در این وقت تو شده در اون وقت امی آلتی که در افغانستان آمده در نمی قصاله ها بستین امی مسئله پاکستان و می خواهی که پاکستان به چه قسم امیال پاکستان ورخطات برادر مادرم خدا جان جور بده خودت که یعنی با وجود که ما قدر گپا میشنه با وجود هم خودت مقاومت کردی و امر خدمت به وطنت میکنی و میری به متر آلت دیگه زیاد وقت شما را نمیگیرم تشکر سلام هم میخواییم هر وقتی که شما افغانستان به خیر رفتین یک تلفن کنین به ما به صفت یک خواهرتان مزی حرکت میکنم من خودم هم میرم به افغانستان زنده باشین خواهر جان چطور هستین امروز روزه هستین یا نیستین از ما خور روزه در فلوریدا سباس سبا ما هم سبا روزه میگیریم خواه بسیار خوب در ماه مبارک رمضان به شما تبریک باشه سب خواهرها و برادرها من خواهش میکنم که یک دعا کنن روزه بگیرن یک سال خوردیم خیلی یک ماه دیگر روزه
صرف از خاطر آرامی افغانستان بگیرن پیش پروردگار خود، دعا کنن که خداوند این افغانستان بیچاره ما را که مردم در چی حالت است باور کنین که اگر من شب و روز ما آرام داشته باشم، اینمی احساس دارم. بله بله، ان شاء الله تعالی این مسئله که آدم که شیشته باید با یعنی تمام برادرها دست یکی کنن و یکی مسئله قومی و چیزا از بین بره و دیگه این کمی حزب بازی رو یک گوشه کنن. بالکل صحیح، کلگی یکی مثلا کسی بگوید که ما در مثلا کمونیست است و فرزن و دیگه مجاهد است، کل فقط یک سر باشه و یک دست شد این مسئله حل میشه انشالله و تعالی. تشکر سبا جان گل، بسیار از که خدا حافظتان با من خدا. و موضوع مهمی است که در حدود 5 سال است که ما این برنامه را دوام میتیم و شما ببینید که یعنی انکشافات از نظر ملی و بین المللی به کجا رسیده. شما ببینید که آلمان و شرق آلمان و غرب از بین رفت. شما ببینید مصر چی حال است، در لیبیا چی حال است، در سوریه چی گپ است، در تمام ممالک. تنها یگانه مملکتی که بالایش بسیار ظلم است و هیچ مارامی نداریم آیسای پنجابی است و انشاءالله وقت از اون آمده نیست و همین جریان یا همین حرکت شروع شده. شما ببینید که فعلا داخل خود پاکستان برادرای افغان ما در اون طرف خط دیرن به چی اندازه به اصطلاح عملکردشان قوی شده و متوجه از ایست که از سلطه پنجابی برند و دیگه خواهش ما ایست که قطع پنجابی ها هیچ گونه معامله داد و ستاد نکنند. بله بفرمایید صاحب. بله سلام علیکم. السلام علیکم برادر گرامی، امر کنید صاحب. ببخشید امیر، یک پیشنهاد کن که پاکستان و افغانستان یک مملکت شد. از چی نگاه صاحب؟ همین اردوش هستش مسلمان هستن یک مملکت جوش هست، نامش هم خیر افغانستان باشه، اما پاکستان و افغانستان یک مملکت جوش اسلامی هم قوی میشن هم بازه دهن میتونن که کنترل چی کنن هم بازه دیگه مملکت ها. چرا این شما پروموت نمیکنین به اصطلاح که همین مسلمان های او طرف سر هست این طرف سر هست با هم یک برادری نظار از بین ببرن یک مملکت دیگه بسازن برادری... نامش هم همین مسلمانستان بانن. ما براتون پیشنهاد میکنم وقتی که افغانستان در حالت یعنی وقتی که ما کتی روس جنگ کردیم خلاص پاکستان آمد افغانستان میخواست بگیره، میال میخواد ترس کنه افغانستان بگیره. شما برین که وزیرستان جنوبی کت پاکستان کت رژیم پنجابی سلاح کده، شما ببینید که زبان پشتو از بین برده، اونا را میخواین که باعث یک غلام به اصطلاح شما میگن که میان در افغانستان چی میکنن یک کلش آیسای از بیادر یک بحث کلان است. بحث آمار آلا آردین هم اینجا خیلی بحث فرزنمی ها لیکن راکت سر افغانستان میزن افغانستان نمیتونه که از امو دفاع کنه. بخیر میشه وقتش ما از امی خاطر است که ما زعیم ملی کار داریم و تشکر زعیم ملی هیچ وقت پیدا نمیشه در افغانستان تا که اول بگیم ما پشتون هستیم باز مسلمان، اول بگیم ما افغان هستیم باز نه. برادر شما موضوعات تبعیضی زبان پشتو و فارسی نبرین، انشاءالله تو رو تاریخ شما دیدین که افغانستان دائم قدرتمند بوده، منطقه ما در جریانات داخلی خود مثلا ضعیف شده، ما میتواند اتفاق داخل خود افغانستان بیه. شما در طول تاریخ دیگه زمان آمد چه میرویس دامان داود خان انشاءالله اتحاد اتفاق بیه، ما میتونیم که مشکلات خود حل فصل کنیم. ما میخواهیم که یک کلیپ دیگر نشان بتیم به شما باز انشاءالله ما به اصطلاح برنامه دیرانجرگی فرانکفورت نشان میتیم باز باز و بالکل ما سر انتخابات صحبت میکنیم. اگر شما که همو کلیپ بانی سب پا افغانستان که در انتقالی عدالت پلی که دل خواهی در دیر و افغانانو غخته نوی خوکتون که نیوکه کوی چی افغان حکومت ونشوی کرده پا تیر و دیر لسو کالو که انتقالی عدالت پا نسبی دول هم پلی کرده وست دولس مشریز و تاکنو یو مخکخ نومان داکتر اشرف غنی احمدزی وی که ولس پری باور وکړي او ټاکنی وګټي نو یوه دوسیه به هم نیمګړی پرې نږدي. نوموړی که څه هم په زغرده د انتقالي عدالت د پلي کېدو خبره نه کوي خو د یوه ریښتینې ولسواک نظام د رامنځته کېدو لپاره د عدالت پلي کېده لومړی شرط بولي. تا قانون حاکم نشه ما شما
از فضای زورگویی، امتیاز طلبی، انحصار به پرسانی برآمده نمیتونه. اینی پیغام اساسی ماست. بیام در توایم چه که دا امانت مکته و سپارلسو شدید اصولی او قانونی پختنه بکوو او قاتلان به حساب دراولو. شنون که وی په افغانستان که دا نوی حکومت لرامنسته که دوران دی او روستا دیره دوسی پا کورنی و جگرو که دا خکیل و پخوانی و جهادی قماندانانو با نفوذ و زورواک و تیرو پر خلاف ثبت شوی چه در طول و تیرل خواهی دمراسانه نوی. احمد زی دا غصرگندوانی پا کابل که دا جمهوری غختون که گون دا مشر صبغت الله سنجر دا مرین دا دویم تلین پا المانز غنده که وکری. نموری دی غنده تا همدار از ویل پا هیچ حال اطلاف تغاره نگدی او که داکتر عبدالله عبدالله پا رنو تاکونو که بریالی شی نو دای باورتا مبارکی ووی. بارز اترام مجدد پیشنهاد ما ایست که بین تیم اصلاحات و همگرایی و تیم تحول و تداوم اینا بشینن با اتوری جنرال یا لویس آرمولی صحبت کنن و کمیسیون مستقل انتخابات و نظر به قانون اساسی وظیفه‌شان است که کار کنه این موضوع را حل فصل کنه به عوض از اینکه 10,000 یا 12,000 نفر در سر سرکا ببره به ضد یکی دیگر اینا مظاهره کنن، خصوصا در مقابل دکتر صاحب اشرف غنی و تیم تحول و تداوم. باید این موضوع را شخصی نسازیم و یک موضوع کار ملی است. همین 10,000 نفری که در سرکای کابل مظاهره کردن پیشنهاد ما این خواهد بود که اگر اونا بران به مقابل پاکستان مظاهره کنن بهترتر است تا این که بزد یک افغان دیگه مبارزی که وقتی که من نواز شریف کلیبی نواز شریف مشنوم همین نواز شریف بود که اردوی افغانستان ازم متلاشی کرد. ما 240,000 عسکر داشتیم، 600-700 تیاره داشتیم، تیارهای سو داشتیم و راکت های دورانداز داشتیم، 1.5 میلیون لاری زریدار داشتیم، تقریبا 250,000 لاری های دیگه داشتیم، عسکربری فابریکه ترمیم اسلحه داشتیم در پلچرخی. شما ببینید که کلش در کدام وقت از بین رفت. همین کسایی که در اون وقت وجود داشتن و همین اردوی افغانستان از بین رفت، اینا هم ادعا میکنن حالا که میخواین که ما بر افغانستان به اصطلاح خدمت کنیم. شما راجع به یک نفر میتونین که عمل کرده گذشته شده در نظر بگیرین باید از او قضاوت کنین دیگه. به این ترتیب اینا باید به شکل سلامیز با پیروی از قانون این مشکل حل کنن. این که اتهام وارد کردن بالای آقای امرخیل، اگر آقای امرخیل نومی بود در کار و کسی اینو نمشناخت موضوع دیگه بود، اما در انتخابات اول کل آقای امرخیل مشناسه و عمل کرده از اون را او را آشناست. اگر شما یک کلپ دیگر بانین در فساد اداری سن داشتن و همه کسانی که بانک های خصوصی افغانستان چور و چپاول کردن، امروز همه و همه در یک تیم همه جمع شدند. در تیم اصلاحات و همگرایی همه کسانی که در حق مردم افغانستان بزرگترین خیانت انجام دادند در اوج فعلا جمع شدند و اونای دای ازیر دارند که اصلاحات به وجود می آورند. هر کلمه که جناب مسعود گفت عصبان ماست. همه کسانی که در فساد اداری سن داشتن و همه کسانی که بانک های خصوصی افغانستان چور و چپاول کردن، امروز همه و همه در یک تیم همه جمع شدن. در تیم اصلاحات و همگرایی همه کسانی که در حق مردم افغانستان بزرگترین خیانت انجام دادن در اوج فعلا جمع شدن و اونها ادعای ازیر دارن که اصلاحات به وجود می آورن. هر کلمه که جناب مسعود گفت عصبان ماست. با عرض اعتماد مجدد، ما چیزی که ما میگم، ما فکر نمی کنم که تیم تحول و تداوم
در فکر ازی بوده باشه که یک خیانت کنه. ما شخصا آقای اشرف غنی را میشناسم، ما در خانهشون بودیم، کشون انترویو کردیم و رفیق ماست، رفیق زور ماست دکتر صاحب اشرف غنی، برش بسیار احترام دارم. من میشناسم دکتر صاحب اشرف غنی یک آدم بسیار پاک و صادق است. ای که در انتخابات دکتر صاحب عبدالله برنده شوه یا دکتر صاحب اشرف غنی مربوط مردم است، هر کسی که مردم او را انتخاب کنه. بله بفرمایید، خدمتتون هستم. امر کنید سر. بله سلام علیکم بیادر. السلام علیکم بیادر گل، امر کنید. صحت خوب بخیر جان عزیز، جان دارید. زنده باشید. وقت نبودی در پروگرام سرغرض. جان بفرمایید. چطور بودم؟ بسیار وقت در پروگرام نبودی، کجا بودی؟ بخیر. ما خامی جا بودم به خدمتتون. ما سفر میکنیم میریم افغانستان و اروپا و جاسب در قربان جان. تشکرم اینکه یک مسئله دارم چیزی گرفتیم پاکستان همین صحیح زمین فعلا تو نه مسئله اشرف غنی گپ میزنی بلان کو بیزختی میده دم صحیح صحبتاتون صحیح است. گپ بزنید صاحب صحیح است. مثلا نیست که انسان باید یک جانب یک طرفه گپ نزنه. مثلا درست است اشرف غنی آدم خوب است، دکتر عبدالله آدم خوب است. بله بله. ما زردوش مثلا چیز میکنیم. بله بله. مگم کی که از درون تلویزیون که تو برنامه میتین خود اینمی صد که اینمی مشکل، اگر که مثلا امرخیل آدم خوب است درست است، کل افغانستان این نمیشه که تو در اینجا بگوی که آدم خوب است اشرف غنی رفیق ماست، از او دفاع کنی دکتر عبدالله چیزت نمیشه بر از او غیبت کنی. نه ما خو غیبت نکردیم برادر، ما گفتیم که همین مشکله، ما برای هیچ کس غیبت نمی کنم، ما صرف از نظر ملی من هم تک و ملتی سی از کل افغانستان دفاع میکنی. بلکه سی تو خودت مستقیم میگه اشرف غنی همسایه ماست، رفیق ماست، از شخصی ما از او دفاع میکنم، آدم خوب است. پشت دکتر عبدالله در کجا پلیس آمده که دردن؟ نه 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 سعی کن باش تو برادر، باش باش دادن است. نه 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 باش برادر، باش. من پیشتر گلگی کردم، من گلگی ازی کردم که دیروز ما شنیدم از کابل که تقریبا 10,000 نفر در سرکا برآمدن و به ضد دکتر صاحب اشرف غنی بیانیه دادن و شعار دادن. ما گفتم اینمی باید نشه، این موضوع دکتر تو آدم کسی از بسته خاک افغانستان دفاع میکنی میگه مظاهره در سر افغانستان. سعی کن. نه تو باش بیادر تو باش اجازه بدی بیادرت، اجازه بدی که من تلفن هستم. اینه من میتونم که با خود اجازه میتونم گپ بزن. ما برات قربان شم، تشکر. ما برادر مقصد ما ایست که همین مشکل ملی را خود بزرگا بیشینن حل و فصل کنن، این رو نندازن به دست کسایی که برن مظاهره کنن. منظور ما اینمیست، ما گفم اینمیست تو گوش کن. آدمی هستی که از بسته خط افغانستان میگی من دفاع میکنم. بلکل صحیح. ولی بهترین دوستتان باش از او باید دفاع نکنی، درست است؟ دوست کل ما شما اشرف غنی از افغانستان است. والا بلا سیاست خود پاکستان اینمی اشرف غنی نفر سیاهی جان نفر سیاهی نبود، باز من دست خودم میبرم اینمی اشرف غنی نفر سیاهی. خیلی لالا تو بی که گوش کنه ما چی میگم در برنامه اینه. گوش کنه در برنامه گوش میکنم. اینه در گوش باشه. سعی کن در طول تاریخ وقتی که ما اتحاد اتفاق داشتیم مشکلات ملی خود حل و فصل کردیم. خب یکی و دومی که موضوع ریاست جمهوری منوط و مربوط به مردم افغانستان است و مردم افغانستان هر کسی را که انتخاب کرد اونمو رئیس جمهور ماست، ما باید او را احترام کنیم. دو سوم، اگر کدام مشکل می آید ما قانون اساسی داریم، ما لوی ساران والی است، کمیسیون سهم شکایات است، کمیسیون انتخابات است و خود بزرگا بشینن این موضوعات هست. بسه که بدر باش بینه سکه انتخابات رئیسش خودش بدر جان عزیز گل امی امرخیل چی رقم با وادانت خدا با پشتونا اینم یک لکه را در بین افغان ها در کل افغانستان من خصوصا در پشتونا من. خب حالی من گفت مرا نشدیدی؟ این حال گفت مرا نشدیدی که من چی میگم؟ نشدیم پیشندی والایم سایکو لالا، تو سایکو که ما چی میگم تا؟ وقتی که خود تیم اصلاحات همگرایی و تیم تحول و تداوم بیشینه هر دوش این موضوعات حل کنه بر طبق قانون. این کفت قبول است. خلاص؟ اینمی در تلفون میگی که اشرف غنی اندیوال شخصی ما آدم خوب است. تو دانی خدا این برطل یاقت داره که بیخی اندیوالتان باشه.
ما چیزی را من میگم خودم، ما دکتر سید عبدالله را ملاقات نکردیم، ما برش احترام دارم بیادر، ما برش احترام دارم با دکتر سید عبدالله. از نظر واقعیت، از نظر ملی باید این موضوع بین دو تیم و به اساس قانون مشکلات حل و فصل شود. بله امر کنید صاحب، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم بزرگوار. مدیر صاحب هستن؟ بله ما هستم در خدمت دارم، امر کنید صاحب. مدیر صاحب محترم، سلام احترامات خودم تقدیم کنم. سلام احترامات مرم قبول کنید صاحب. زنداد این امی نفره که گپ میزنه ای از امو خاینای پست بناموس هست که از امو خاینای که وطن خراب ساخت. نه دو نظرین، دو نظرین، اگر دو زین من قطع میکنم. افغانستان خراب ساخت و از امو خاینای هست که گپ میزنه. آقای متین میگه که ما او را میشناسم، او چی شناخت از او چی میکنه و ایشوا میگن که او تو برازو دوستی داری. آمی میگه که قسم بخوره، قسم دتر از بس کنه، میگه که میگه با اشرف غنی میگه صحیح است. بابی همه شاه مسعود دوست محمد داده است که در نوخار پیشو به جای داده بود. اون نوکر ایسای بود با خود برفته بود به خارج. فهمیدی اینا این مردم هستن که خاین هستن، وطن تواتا باساختن، اینا هم بخواهد خاین هستن. اگر به قواره و خواره باساخو $3,000 عبدالله چی نیپوشد؟ بری چی نیپوشد؟ انسانیت، اخلاق، شرافت، وطن دوستی با لباس نیست. اونا خاین هستن، وطن چور کرد اینا. اینا بفرهنگ مردم هستن. نه صاحب امی شما برادر گل اینا بیا تو از من سوال میشه از من سایی اینا ما ایمان اجنا دیدم چهار رفت طالب آمد به کابل افغانستان به کابل درو شد چهار رفت با وزیرش ابای بسم الله گریخ گریخ کلاش به زمین یافته بود ای بی خرطان من میشناسم فهمیدی ویش نی مرخش چیز کده میتانه نی دگر وابستگانش کده میتانه مرخش چیز سگست که نه یکی از شما بزرگوارا خواهش میکنم که احترام افغان ماست، مردوش تیم اصلاحات همگرایی و تعال و تداوم کلش افغانهای ماست. یک مشکل پیدا شده باید مشکل خودشون بشینن حل و فصل کنن و ما میتونیم که راجع به این موضوع صحبت کنیم که شاید یک راه حل پیدا شوه، اما احترام یک دیگر در نظر داشته باشیم. بله صاحب امر کنیم، بفرمایید صاحب. سلام بزرگوار، امر کنید صاحب. دو دقیقه وقت دارید صاحب که با کلگی نوبت برسه. دو دقیقه بر ما وقت بدید. بفرمایید. اینال شما وقتی که از یک از دفاع میکنین باید سند داشته باشین، سند براعت. اینال همی عمر خیل که مجبور ساختن که استفا بتن. حتما یک دلیل داره. جان. چرا امیر نمیمانن که مردم یا دولت افغانستان ای را انوستگیت کنه که راستی همی کار کرده یا نکرده؟ ما دفاع نکردیم، ما همی موضوع را گفتم که یعنی چرا یاد کنید؟ نه شما شکر کنید سکر نه شما گپ تغییر نتین. ما خو قضاوت ما دائم قضاوت ما بسیار منصفانه بوده. ما گفتم که آقای مرخیل در انتخابات اول سم داشتن کلگی او را مشناسه. خب اول گفتی که در وقت نکردن، در این وقت هم سرش گفتی که چیز هست سرش ادعا کردن، اما سرشدا کردن ثبوت هم پیدا کردن. خوی ناله ما گفتیم برین شما پیش لوی سارانوال برین اگر پیش کمیسیون اگر می اگر زبت می بود تو وقت می گفتی صحیح. نه قربان، نه ما از ما کلگی پیش ما چشم ماست، کلگی پیش ما جمع منتاز نگاه از این که تا کی ما شما بریم و مقابل یک دیگه مظاهره کنیم یک خارجی رو بیاریم با ما مشکل مورال کنه. گذاشتی پرچمی داره اشرف غنی، خودش پرچمی بود یک وقت. حالا برادر ما موضوع انتخابات گپ میزنیم، شما موضوع شخصیات رو میگین. یا کافر هستن اشرف غنی امی اسماعیلی ها که در گرد شست یا خو مردم های مسلمان نیستن. خیلی ما گفتم برادر که احترام در نظر بگی کل ما شما میره بسیار به شکل علمیش و به شکل ملیش صحبت کنیم. ملی ملیش کار ندارم، به حساب اسلامی مملکت افغانستان مسلمان است، به شکل اسلامیش گپ بزن. بله صحیح بالکل. ملی چی ما نداره؟ ملی یعنی که اسلام در نظر نیست. امیا این دو هم سفیر افغانستان شد صحیح قاضی القصاد هم این دو کو بسازین خلاص دیگه. شما اصلا مهم براتان ای باشه که عقیده تان مهمتر از همه چیز باشه، اما شما ملتتان مهمتر از همه چیز است. اول او سعی دیگه تلفن میکنه که
ما اول پشتون میگه باز مسلمان. تو بیاد سعی کن بعد این موضوعات پشتون و فارسی و تاجیک کلمه یکی هستیم. 5000 پنجونی ما سال یک جز نکردیم کلمه یک چیز هستیم. همین غیرت همین چیزهایی که میگیم خود نقی را کشتن میتیم گپ نیست از عقل کار نمیگیریم. بیخی صحیح خمیر خمان گفتیم او برادر چرا 5000 10000 نفر خیز مظاهره کردم قول اشرف غنی دلاله که پاکستان یک رنگ حمله میکنه سر ما. حالا یک چرا نداشته باشه چرا یعنی چرا خود همی تیم اصلاحات و همگرایی بشینه این موضوع حل کنه که از نظر قانونی بیارن ولی سعی کنم وزارت داخله اعلان کرد که ما هیچ گونه آشنایی با امی تیپایی که اونا ارائه کردن ما نداریم و ما از هیچ خبر نداریم. بله صاحب بفرمایین در خدمتتون هستم صاحب. سلام آقای متین، خوب هستین صاحب؟ چال دارین صاحب بزرگوار، خوب هستین صاحب؟ امر کنین بزرگوار. آقای متین بسیار صحبتای خوب میکنین، من یک چیز براتون یادآور میشم جان. خداشناسی از خودشناسی شروع میشن. بالکل صحیح صاحب. که تا خدا نشناسه خدای خودم نمیشناسه. بله. و وطن مثل مادر آدم است. بله. که انسان از مو نفر از مو مادر زاده می باشه. بله صاحب. بنابراین باید غم او به وطن و قبر وطن سر هم این ما و شما فرض است که باید آینده خوب داشته باشه مردم ما ملت ما همگی در بدر خاک بسر. یکی از اسلام گپ میزنه، یکی از خلق، یکی از پرچم، یکی دیگر بیناموس میگه. این چی حال است از برای خدا؟ امیر من گفتم که برادر این موضوعات شخصی رو تربانی، این موضوعات ملی است که آینده مردم افغانستان بالاش تاثیر میکنه. بیشینین به حیث شما یعنی میخواین که رئیس جمهور افغانستان شوین، در حال نمیتونین که مشکل شخصی خود حل کنین، او از برای خدا بیشینین قانون داریم. ما اما که براتون یادآور شوم که جان افسوس که وطن ما به دست چه رقم مردم ها افتیده. چی یک مملکتی داشتیم، چی یک مردم داشتیم، چی یک اردوی داشتیم، چی یک نظام داشتیم. امورو با پیشتر گپ زدم سرش، سر این موضوع گپ زدم. شما فکر کنین دو گروپه، یک گروپی که مجاهدین سابق که کابل و تمام افغانستان تکه تکه کردن یک طرف شدن، و یک تعداد آدم های مدرته که به سردستگی اشرف غنی از امریکا رفته و یک تعداد دیگر در گرد جمع شده، اینا افغانستان جور میکنن. هی مفسوس میکنم که چرا یک نهضت عمومی از اروپا از امریکا همی اشخاصی که در سابق بودن اینا همه گشن امشالا وقتش میایه اینا کسایی که از غور کو برامده درس نی تعلیم نی تربیه نی تانگ اینا خراب کردن، تهران اینا خراب کردن، مملکت اینا خراب کردن، همه چیز اینا خراب کردن، حال سرنوشت افغانستان هم به دست از اینا افتیده. افسوس. بسیار زیاد تشکر صاحب، لطف کردین صاحب. بفرمایید خدمتتون هستم صاحب، امر کنین. سلام علیکم آقای متین. سلام بزرگوار، امر کنین صاحب، بفرمایید. دو دقیقه وقت به شماست. بله صاحب، بله صاحب. موسی یوسفی سم از شهر ونکوور گپ میزنم برادر. دو چیز در افغانستان نیست. جان. یکی کسی که از کوی کابل به سر کابل فایر میکرد امروز ریاست جمهوری میخواید. بله. و یکی کسی که خانمش خارجی میباشه و او میای ریاست جمهوری میخواید. بله. در قانون افغانستان، در قانون اساسی افغانستان کسی که خانمش خارجی باشه و حتی صاحب منصب شده نمیتونه. بله. یکی با رنگ کماندان سرکماندان آلای مملکت میشه. شما فکر کنید یاردی از یا کس والا به مزدر خدمت شون به خدا که افغانستان رو جور کنن، اینا فقط برای پیسه بر اونمو. یک دفعه فکر کنید که نیه عبدالله از کوی شیر دروازه به سر کابل فایر میکرد، هر که زد خو نزد، کدام کشلی از کریب زد خو نزد، خو یک خانگه که بیچاره که یک شیر نیم بسو زمین بود خو از زدم. عالی رئیس جمهور میشه خجالت نمیکشه از امروز خود؟ ی باز یک چیز مردم دیگه هم از این دفاع میکنه. او برای چی تو دفاع میکنین؟ او مسکینه که یک نیم جیب سوگ یک زمین در کارته نو داشت، خانگه کش یک چار داشت، چوچا داشت، راکت زدن کشتنش. یه نمی عبدالله کشت کی کشت خونه همه الان فلمایی در پیش کل مردم هست و نه کل مردم میدن. آقای متین والا آقا اینا بزر خدمت او مملکت شون با خدا مملکت از بعد بتر میشه. چرا از طرف دیگه اگر یا مزدر خدمت شون همین پیشه که یا داشتن همین سرمایه بسیار کلان بود که میساختم، ضرورت به اینا بود که ریاست جمهوری کنه، یک بیچاره غریب نامد ریاست جمهوری کنه، گرده به غریب بیاه. خال یک موضوع دیگه است برادر، حالا که ما حالا همین دو نفر است که
بایس رئیس جمهور مردم میخوان و انتخاب کنن. اینا باید همین مشکل حل کنن. این ساخته که باید باشن. وگر نه ما بسیار کسای دیگه هم داریم. میتونست که مملکت هیچ کس دیگه نداره غیر امیتو نفرست کنن. بله 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 خب. خوب بیچارهایی که هستن که خدمت کرده میتونن پول ندارن بیچارها. بله. خود ریاست جمهوری کاندید کنن. بسیار زیاد تشکر برادر گرامی. بسیار لطف کردین صاحب. زنده باشین صاحب. بله عمل کنین صاحب. در خدمتتون هستم صاحب. جناب آقای متین سلام علیکم. السلام علیکم برادر گرامی. چطور هستین صاحب؟ خوب هستین ان شاء الله. بیا از دیر وقت شما رو پشت پرده تلویزیون میبینیم. بسیار زنده... شما تشکر میکنم. زنده باشین صاحب. زنده ما هستیم. دائم در خدمتتون. دو هفته پیش بودیم اینجا صاحب. ما دو هفته پیش شما ندیم. آقای متین جان. جان. امین نفر که محقق دوازده دمی یک نفر مریض بود. شما امین نفر باید در راکتر ببرین. یک آدمی مریض بود. خدا شفا بده ایشا در این ماه مبارک رمضان. مریض بود. مریض معنایش همون یک کریزی بودی آدم که پشت تلویزیون میشنه یک با یک شخصیت های مهم را دو میزنه مثل راکتر عبدالله مثل محقیق. دومن آقای آقای متین جان ما شما یک سوال میکنیم که کسی همی دمی برای دوستم رای میده یا برای امزی راکتر عبدالله رای میده؟ میره خود از قضاوت کن. والا بیادر سعی کن اشتناک برای دوستم رای نمیدیم. واقعیت آدم هر چیزی را که هر چیز کاری که میکنه واقعیت در نظر بگیره. واقعیت در نظر میگیره. در مردمی حاضره برای دکتر دانش رای نمیده ولی برای محقق رای میدیم. بخاطر که اینا دو دفعه اجنبی را از افغانستان اینا خارج کردن. همین راکتر عبدالله اینا می سنگر در مقابل از اینا استاد دن. همین محقق می سنگر در مقابل از اینا استاد بودن. بیا این گپ بزنیم که چطور این مشکل رو حل کنن. خب ما میگیم که همین تیم اصلاحات همگرایی رو میگم که بیا برو پیش سیکو باشین ما میگم که برای پیش لوی سارانوال برین پیش کمیسیون انتخابات برین نظر قانون این موضوع رو حل کنین تا که یک خارجی بیا این مشکل ما رو حل کنه. ما دمی آمخته شدیم آقای متین جان. عرض ما رو بشنو. امرکو بیاده آقای متین بفرمایید. ما گوش میکنم. تو رفیق آقای غنی هستی. آقای غنی در یک راکتر نیاز داره. تو باید در راکتر ببینی سایه خوب مالجه کنه. ایره تو پوش لاستیکر بول میشه. تو صدای در ببینم. تو رو گفته نظر ببین. سایکو برادر یک چیز برات بگم. امی ما شما رو سوال مشخص دارم که توی مشکل خود ما حل کنیم. ما نگفتیم شخصی. ما هیچ کس کس رو مخاطب قرار ندیم از نگاه شخصا. خوشکو یک گپ دیگه ما برای اشاره میکنم آقای متین جان. بفرمایید. حالا صدای میشنوید؟ میشنوم آوازتان. بفرمایید. یک گپ دیگر ما برای اشاره میکنم آقای متین جان. امین انتخابات خودش تقلب شده. در انتخابات 5 سال پیش هم راکتر عبدالله برنده بود. حق از فامال شد. همین دفعه اول هم امی آقا برنده بود. حق از فامال شد. همین دفعه امی آدم چه بود؟ برنده بود. حق از فامال شد. یک سوال دیگه ما شما میگید قانون اساسی افغانستان اومد یک باید پشتون رئیس جمهور باشه کس دیگه نباشه. ما فقط یک سوال شما میکنم آقای متین جان. خداحافظ. بیادر گل یک موضوع رو براتون بگویم که پشتون فارسی از فارسی زبان پشتو زبان تمام زبانهای دیگه که از کلش یک چیز است. کلش مثل یک باغچه گل کل گلاب بروی موضوعات شخصی خود حالا فعلا برای حل موضوع ملی موضوعات شخصی خود پیشکش نکنیم. بیایی بدن این مشکل است. بیایی حل کنین. یکی نمیشه که شما برین در سرکا مظاهره کنین حالت افغانستان دیگرگون کنین. غریب پایمال میشه. اقتصاد افغانستان از بین میره. این ممالک دیگه دل سرد میشه که ما نمیتونیم که تا یک موضوع ملی خود حالا فصل کنیم. اینی اصلا اینی موضوع رو ما میخوایم شما مطرح کنین. شخصی نرین. دکتر صاحب عبدالله اگر ما میدیدمش رفیق میبود ما میگفتم رفیقم است. و دکتر صاحب اشرف غنی رو ما دیدیم که ازش مصاحبه کردیم مثلا رفیقم است. ما چیزی ده که ما میگم معاذالله میگم که ما دیده میشه از نظر به قضاوت خود ما تشریح میکنیم موضوع را. ما هدف ما ایست که چطور ما می پرابلم حل کنیم. اینی موضوع سوال ماست. ولی بفرمایید صاحب در خدمتتون هستم. بله آقای متین سلام علیکم. سلام لالای گل بفرمایید صاحب. صحت شما خوب است؟ زنده باشین. شما خوب هستین صاحب؟ سلامت باشین. فقط ما میخوام یک چند چیز در مورد صحبت کنم. جان بفرمایید. همین دوست عزیز ما پیشتر گفتن درباره آقای محقق که فلانا شخصیت است و اینطور است. شنیدم. تاسف ما به حالت اینا تاسف میکنم. بالکل. که اینا در اروپا یا در مغازه خود کار کردن یا یک تیکسی خود بود. آقای محقق مصاحبهش در یوتیوب از کلکی چیده که میگه ما گوشت قاق میگه بهترین غذا کدام غذا را تو خوش داری؟ میگه والا گوشت لاندی قاق مرا خوشم میایه
خب عروس خود نمیتونم خورده که برای فشار کلسترول نقص میکنه و هفته 3 روز میکنه. امیر ما شنیدم برادر بیا این موضوع رو گپ بزنیم چطور این مشکل حل کنیم. حالا این موضوع چطور ما شما حل کنیم اینی صحبت کنیم ما شما باید. امیرم دوم باورده هم. اینا میرن به طرف کی او گوشت قاق 3 وقت میخوره ولاغ او بیادر او بیچاره که در بامیان افتیده اگر در فکر او باشه. بله. و اینا اشرف غنی ده میگن که صدایش چی رقم است و قاق است و لاغر است. او برادر حکومت به لاغری و به قاقی و چاکی نداره. گاندی کدام آدم فربه 100 کیلویی بود؟ نه خیلی نه. بله که این مردم های نمی شخصیت ها هستن. اینا را ببینید که میگن به محقق است. برای خدا او میگه من 5 روز هفته خوش میتارم که گوشت قاق بخورم تو اینجا ششتی از او دفاع میکنی. او از شکم غریب او بیچاره که در بامیان هست دیده چی در فکری او است. 4 زن داره شب و روز خود به مستی و حال تیر میکنه. لالا بسیار زیاد تشکر. 2 دقیقه وقتتون پورا شد. ما دیگه برادرم میارم. بسیار لطف کردین صاحب. تشکر. امر کنین صاحب. آقای متین سلام علیکم. سلام برادر گرامی. خوب هستی صاحب؟ جانتون جور خیرت. فقط ما شما چطور زنده باشین صاحب. بسیار لطف کردین. طریق تلویزیون صدای شما رو میشنوم. هنوز ماه مبارک رمضان نارسیده کایی دوستا و برادرها قدر عصبانی هستن. بالکل ما میره گفتم. و یک مسئله که پیشتر یک برادر که از کارتین او صحبت کردن ما می برادر اگر بزرگ هستن خرد هستن کلان هستن روشان رو میبوسم. بله. حق که درست دادن. مملکت ما مملکت است که تاریخ افغانستان کس فراموش نمیکنه. بله. هیچ کس فراموش نمیکنه که چی گپا شده، چی سابق، چی حاله. ولی آل خداوند یک راه را بر مردم افغانستان یک گوشنید جور کنه که مردم غریب بیچاره از زیر تمام ظلم ها خلاص شود. بلکل. افغانستان آزاد شود. تمام بلکل. ممالک اروپایی سر ماش ما مردم افغانستان صحبت میکنن. بله. اینی یک مسئله که به آیا که احمد است، محمود است، خب بازم خداوند خودش بزرگ است، همه گیره میبخشه. ولی یک مسئله شده که مردم آرام شوه. مردم از دوزدنهای ما شما هیچ چیز جور نمیشه. آقای متین خوش شدم. زنده باشین. مروی تانم یه بوسم. تشکر صاحب لطف کنین صاحب. زنده باشه. زنده باشه صاحب. سلام علیکم. بله بفرمایید صاحب. 2 دقیقه وقت دارین برای از اینکه ما در اعلانات تجارتی میرین. عمل کنین در خدمت تان هستم صاحب. سلام علیکم آقای متین. سلام علیکم صاحب. سنگه ایت. بطون خدی. جوره په خیره تیاریم. ژوندې اوسی ورو جان دوه د خیر لري تجارتی لانون ده زو. صحیح ده. دغه بحث کې مونږ غوښتل چې څو خبرې در سره ودرم رحمتین صاحب. ووایه صاحب. دا په دې روجې کښې چې دې غوا دې مسلمانانو ته نه ګوري چې دې ورته ضرورتونه کړي دي خپله راشي زه بیا بدبخته ملت سره و دې شعبانو ته راوتلي د دې پر ځای سره کښېنه خپل اصلي مشکل سره حل کېږي. بلکل دغه زما مقصد ده همدغه. دا خبره نه ده چې ته خیابان ته راوځې تر اوسه انتخابات نه دی سوی کمیسیون لري کمیسیون چې جوړ سوی پرېږده کمیسیون ته چې خپله کمیسیون تصمیم ونیسي و دې کار ده. بلکل وګوره ما به فارسی میکم به قانون اساسی احترام نیست به لوی سورانالی احترام نیست و کمیسیون انتخابات احترام نیست کمیسیون سم انتخابات احترام نیست خیلی چی احترام بر چی احترام است ما کار یاغی باید نکنیم یاغیگری نکنیم در خیابان ها بریم بیاین بشینین اگر شما میخواین سبا روز رئیس آینده رئیس جمهور آینده افغانستان یا شما یا شما بشینین موضوعات بین خود حل و فصل کنیم بیادر تا کی صحیح نه در صحیح کاملا خبر صحیح ده و دی صاحب کاملا صحیح ده آه بالکل دغه دغه سی زه غوړم سرنګ مونږ یو بل سره کنزو کوو کنزو کوو بیا هیڅ عالم مشکل او مال کولای نشو خو مشکل خپل به چې حل کی مشکل دا نه دی چې راځي او خیابان خو مشکل نه لري چې خیابان ته راوځي دلته قانون اساسي دی قانون ټاکل شوی دی ما ډیر خپه شو ویم په خیابانونو کې مهم ملي موضوع حل کیدای نشي یوازی یوازی پا خبرو پا قانون او خبری ملی استون زال که دایشی مزید پا خیابان بانی موضوع نالی تا خیابان تر او دیش کل دیش کل دی پا خیابان دا جنگون و دا کشون دیو کم مشکل هر مونگ پا تجارتی لانون نتزو بیا بیر ترازو سیده سیده سلام علیکم دیر من نه برورا دیر من نه ممنون بایلانات تجارتی میریم شما لطفاً
انتظار باشه، ان شاء الله میایم تلفن های شما رو میگیریم.